پادشاه جهان، خدای اکد. اینها القاب شاهی است که نخستین امپراتوری بین النهرین را به اوج قدرت رساند. نارامسین، فرمان روایی که ادامه دهنده راه پدر بزرگش بود. سارگون اول، بنیانگذار امپراتوری اکد. سلسله‌ای که حکمرانی را از سرزمین بومی فراتر برد و حکومت‌های منطقه را تحت فرمان درآورد. سومر را فتح کرد و داستان تازه‌ای در جهان باستان آغاز شد. نارامسین شاه مقتدر این سلسله بود. قلمروی حکومتش از غرب تا مدیترانه و در شرق تا خلیج فارس می‌رسید و حکومت‌های محلی شوش و زاگرس را زیر فرمان خود داشت. اما اکد ناگهان به پایان کار خود رسید. وقتی شورش‌ها افسایش یافت و مردمانی از زاگرس سرازیر شدند و دودمان نارامسین را به باد دادند. داستان ما درباره همین جنگجویان است. گوتی‌ها، مردمانی که در غرب ایران امروز می‌زیستند، در میانه رشته کوه زاگرس. محل دقیق زندگیشان را نمی‌دانیم. در کتیبه‌های باستانی به جا مانده از بین النهرین، گاهی این نام را بر یک قوم یا جمع اقوام مختلف گذاشتند و گاه اشاره‌ای بوده به سرزمینی در شرق بین النهرین. پژوهشگران در قدیم قلمروی آنها را کردستان و آذربایجان امروز دانستند، اما محققان امروز استان ایلام را محل زندگیشان می‌دانند. هر کجا که بودند، آغاز شهرتشان با پایان پادشاهی این فرد گره خورده. نارامسین که سرزمین‌های زیادی را فتح و شورش‌ها را سرکوب کرد، به حکومت‌های محلی زاگرس تاخت و منابعشان را با خود برد. نمونه‌اش لولوبی‌ها، همسایه شمالی گوتیان، که سرزمینشان در حوالی قصر شیرین و سر پل ذهاب امروز به دست سپاه نارامسین ویران شد تا تصویر پیروزی شاه اکد بر این سنگ نقش ببندند. تصویری از نارامسین که مقتدر ایستاده با تبر و کمانی به دست و شاه لولوبی به او التماس می‌کند تا جانش را نگیرد. در پایین این نقش سربازان نارامسین را می‌بینید که پیش می‌روند و جنازه بر جا می‌گذارند. اکد سپاه نیرومندی داشت، مجهز و با تجربه. از زمانی که سارگون کشورگشایی را آغاز کرد، سپاهیان نقشی اصلی در شکل‌گیری این امپراتوری بازی کردند. با فتح سومر و دستیابی به ثروت عظیم این تمدن و از طرفی گسترش کشاورزی، قدرت آنها بیشتر هم شده بود. نارامسین با اتکا به همین سپاه توانسته بود تمام حکومت‌های محلی را زیر فرمان خود نگه دارد، اما نه همیشه. جنگ‌های پیاپی با سرزمین‌های گوناگون و تاراج آنها به شورش‌های انجامید که امپراتوری اکد را تهدید کرد. وقتی نارامسین درگذشت، اکد آماده فروپاشی بود، به خصوص به دست همسایه شرقی خود گوتی‌ها، مردمانی که موفق شدند در پس ناآرامی‌های گسترده سپاهیان آشفته اکد را در چند جنگ عقب برانند. آنها انگیزه قوی برای نبرد داشتند. سالها تاراج و غارت و بردگی باعث شده بود تا تصمیمی جدی بگیرند. اکد ضعیف شده و بهترین فرصت است. یا باید منتظر بمانند تا دوباره مورد تاخت و تاز قرار بگیرند و برده باشند، یا پیش بروند و شاه شوند. پس شهر به شهر اکد را در می نوردند و پیش می روند تا نیپور سقوط می کند، شهر مذهبی سومریان که تحت فرمان اکد بود. سپاه گوتی به فرماندهی شاهشان ایردوپیزیر وارد این شهر می شوند و زنگ خطر امپراتوری اکد به صدا در می آید. با مرگ نارامسین، پسر او شارکالی شری بر تخت سلطنت پایتخت اکد اگدیه نشسته و شاهد سقوط نیپور بود. او موفق می شود تا حدودی موقعیت را حفظ کند و نگذارد شهرهای مهم دیگر هم سقوط کنند. در برخی منابع اشاره شده که او در جنگ با گوتی ها حتی توانست پیشوایشان سارلاگاب را هم اسیر کند. اما گوتی ها توقف ناپذیر بودند. جنگ را ادامه دادند تا شهرهای مهم دیگری از حکومت اکد را به دست آورند. آکشاک، خورساک کالاما، آداب، اوروک و لاراک یکی یکی سقوط می کنند. گرچه اگدیه که حوالی جنوب بابل قرار داشته همچنان در دست شارکالی شالی و جانشینان او باقی میماند و سومری ها هم چندین شهر در جنوب را به فرمان خود درآوردند، اما دیگر امپراتوری اکد به تاریخ پیوسته و نوبت به فرمان روایی گوتی ها در منطقه رسیده. از شاهان این مردمان فهرستی به جا مانده که نشان میدهد طول پادشاهی هر کدامشان بین 3 تا 7 سال بوده. از طرفی هیچ نام مشترکی هم بین شاهانشان دیده نمی شود که آنها را با اعداد مشخص کنیم، مثل بسیاری از سلسله ها که نام اجدادشان را بر خود می گذاشتند تا نسبت قومی و خونیشان را یادآوری کنند.
همین دو موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً پادشاهی بین رؤسای قبایل مختلف گوتی تقسیم می‌شده و هر رئیس مدت مشخصی بر مسند شاهی می‌نشسته. آنها به این ترتیب حدود 80 سال بر بخش مهمی از بین النهرین حکمرانی کرده و در این مدت چشم به شوش هم دوختند تا آن را نیز تصرف کنند. شوش در داستان ما نقطه مهمی است و باید اوضاع و احوالش در آن روزگار بررسی شود. پس دوباره به نارامسین برمیگردیم که عهدنامه‌ای از دوره او به جا مانده. معاهده بین او و حکمرانی در ایلام که اعلام شده دشمن اکد دشمن شوش است. حاکمان ایلام در این دوره تابع اکد هستند و به پشتوانه حمایت این امپراتوری امور را اداره می کنند. پس طبیعی است که با از بین رفتن اکد شوش احساس خطر کند. اما گوتی ها نمی توانند شوش را تحت فرمان در بیاورند. سلسله اوان ایلام به فرماندهی پوزور این شوشیناک از موقعیت بهره برده و اعلام استقلال می کند. او خود را شاه ایلام می خواند و نمی گذارد شوش به دست گوتی ها تصرف شود. از طرفی گوتی ها هم با شورش های دیگر ولایات طرفند و نمی توانند بر کشورگشایی بیشتر تمرکز کنند. گرچه سرانجام یکی از همین شورش ها کار آنها را تمام می کند. می گویند اوتوخنگل فرمان روای شهر اوروک موفق می شود سپاه گوتی ها را شکست دهد و تیریگان شاه آنها را اسیر و اعدام کند. با آمدن پسر اوتوخنگل یعنی اورنمو و تأسیس سلسله جدیدی در شهر اور که آن را سلسله سوم اور می‌خوانیم، نه تنها گوتی‌ها که ایلامی‌ها هم به خطر افتادند. اورنمو توانست گوتی‌ها را به طور کامل از بین النهرین بیرون کند و پس از اوشولگی پسرش بر سر کار می‌آید که شوش را فتح و زیر فرمان شهر اور می‌برد. اما اینجا پایان داستان ما نیست. گرچه سلطنت گوتی ها پایان یافته و شوش هم دوباره در تصرف سپاهیان بین النهرین قرار گرفته، اما دوباره مردمانی دیگر در زاگرس از راه می رسند. شیماشکی ها سالها بعد از این رشته کوه به سمت شوش سرازیر می شوند و با فتح آن و عقب راندن سلسله سوم اور اعلام پادشاهی می کنند.